خب این اپیزود که میشنوید یک روز بعد اون اپیزود ضبط شده ما بین رفتیم یه ردبول خوردیم بعد آره ما رفتیم یه ردبول بعد افتار خوردیم و یعنی یه ردبول رو بین سه نفر تقسیم ممس فرادی چی شو آخه اینی گفت از این دوست بازی ها میخواد بکنه چی آخه تو سینما از این کارا میکنه تو هنوز به این زنبوری می‌زنی؟ اپیزود که تمام میشه ما میشیم داریم اصلا جمع کنیم اینه بعد کنه ایزو ایزو خیلی آقا فرزادو نمیتونم به دلالی که میدونی تو انگوشت صدمه میبینه آره اصلا خونم اصلا ولی فرهاد میشه از بگم کم کم دارید این رسانه میکنید و من ناراحت میشم یعنی مثلا در حدی که میخوام بزن برم ولی بازم ولی مبارد. بازم سازگار <تصفح> نیست یعنی هر گاهی من پادر میونی میکنم میگم تو رو خدا نذار <تصفح> خوب خب خوشونت دیگه یعنی <تصفح> یه چیز دیگه هم بود ایران دستمال خیس میکردن <تصفح> <تصفح> شال گردن <تصفح> و سرشو آره. گره میزدیم یکی که داشت رامونا یو گره گرم نمیزدی کار میداد نه سرشو گره مثل توپ <تصفح> سفت <تصفح> <تصفح> بعد اینجوری میچرخید یهو یه میزدی آ شما میزدی که یهو میبیو به بالا شما میزدی می 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 پا نشه ببین میزدیم خیلی حال میده بعد یه کار دیگه هم شما نمیدونم میکرد اینا همش لیداب میکنه به بحثای امروز مونا فکر نکنید چرت و پرت دقیقاً میخوام در مورد همین صحبت کنم شما احتمالاً میکنید مثلا یکی داره میاد یه نفر از پشت میرفت دستشو نمی... از بین پای طرف می آورد یه نفر از رو به رو دست نفر پشتیو می گیره <applause> <applause> من این کار نکرده بودم من شو شو این کار نکرده بودم من کلاس من... من... <applause> شما کلاس تو پاده بود هر جی اسکول شهر رو شما کلاس اوشکولا بودید دیگه معلم های بعد بچه های اوشکول اونجا بودم البته دبیرستان واسه داره یار رام اینج یهو بلندش می‌کرد چه دست قوی می‌خواد نه نه خیلی راحته اصلا <تصفح> <تصفح> <تا> <تصفح> <بزنی> کار <میکاره> سخت نیست پاشو دیگه چون تا ارزا چه بزنی می‌خوره سخت چشه الان بعد از اپیزود امتحان می‌کنیم خدا کی آره من دیگه بکشید بیرون آدم می‌بینه فکر می‌کنه خیلی درد داره ولی درد نداره آره منو تو که این هم پوشیدیم باید ببریم بالا میدونیم یعنی شما دتا من رو خواهدون یه خوره برداریم ببینیم که میخواد به اون رو آره خلاصه that's right کسایی که الان که دارید میبینید من و فرهاد دیگه امروز توینزی زدیم خیلی بد دروانگی راجبه این ساعت نکردیم اپیسود قبلی هر حال ببین کسی که چشم بینا داشته باشه میبینه آقا کارون نیاز نداره ما بگیم آقا کارون اون کسایی که میبینن اپیزودا رو خودشون میان میگن چی چی می چی دقیقا یه سیزم بزنم یه تیشرت دیگه نه فکر کنم مثلا یکی تو کم تا حالا 5 بار شسته من تا حالا یه بارم آره من زیاد نپوشیدم فرهاد باور دل لباس نوشوز خراب میشه میدونم میرم این تیشرت رو الان میبینید 25 سال بعد بیاید همین این جنسش <laughs> خیلی خوبه یعنی یک جزء تیشرت جنس, جنس خوبه. خوبه, آره. من تیشرت جنس خوب دوست دارم درست منم هم هم همه شنگ... دوست داشته نه دوستش. نه من من من, من, من تیشرت, تیشرت, دوست. من, من... <laughs> یه یعنی کم تیشرتی... بتونم بپوشم چرا خیلی نازوکه برا من من تیشرت کلوف دوست دارم اینو دست بزن آخه کارون جنس پوستش نمیتونه چیز چیز کلوف یعنی چیز فک دوست دارم کلا He wants آره کلن فکر کارم با دو تا درسته چه خبر؟ همه چی خوب؟ من و فرهاد یه ذره دیشب سختی کشیدیم برای همین چرا؟ اومده بود استریم داشت من کمک میکرد بعد دیگه دیر خوابیدیم صبح زود بلند شد اومد دنبال ما اینجا بود یا خونه نه نه خونه بود بعد هشتم بلند شد از اونجا تو اینجا صبح هم زود اومدی دوش گرفتم بعد صبح چه اگه میدونستی من ببردم ات آره اینو نا همانگی اینو نا و اینو بعد مثلا بپرسم آره ببین زیاد بگی احتماد این که یه هایی زیاد قرآتی بگی هست و داستان میشه این که ادیت نمی کنه دیگه آره دیگه من اگه اصلا فکر نکنی که ادیت میشه این استوری که از من هفته پیش گرفتی بذار من اولیزی بگم باشا. من قبلش بگم بعد میرسیم به تو تو این هفته ای که گذشت یکی از اتفاقا خیلی باری کفتاد. که افتاد من به خاطر یه کمکی که فرهاد داشت میکرد یه دو سه روز دو روز رو با فرهاد گذروندم و خیلی خنده بود تو طول روز اصلا جز اتفاقای عجیب. عجیب. کارای عجیبی ما کردیم و همه اینا لیداب کرد به این اپیزودی که من امروز منتعی. میخوام برم آره منتهیش به اپیزودی که من میخوام برم که خب تو بگو بعد من توضیح میدم که چه اتفاقی افتاد من فقط پس همون تیکه استوری رو آره آره رو بگو من محیطی که بودیم اینا ای محیط نوعی بود تقریبا بیکار بودم اینا داشتم پرسه میزدم یه و یه صدای خشخشی شده من عاشق اینم که بیرون صدای خشخش تو مثلا بوتا و درخت و جنگل اینا بشتم هم. سر بندازم جویا بشم ببینم این صدا کجا آمده همیشه هم دوست دارم مثلا یه بچه حیوان پیدا بکنم یا مثلا چه بچه بچه انسان هم اگه پیدا آره دوست ببینم یه یه لایفی یه چیزی داره اونجا اتفاق میفت حیات حیات آره بعد یه سری گیاه پکیده به هم متاسفانه انا اسمش نمیدونم گفتی پکیده به هم از صح... پکیجینگ میاد اینطوری دنس بود <تص> با. با. بود و های اونها این صدا میمن بعد من شروع کردم مثلا آروم با پام می زدم ببینم که آیا تکون میخوره اون چیزی که خشخش کرد اصولا اگه مثلا بچه گربه باشه تو ایران بچه گربه میپره از اون بیرون بیرون میبینیش یا مثلا اگه بچه گنجشکی چیزی باشه می بینیش مثلا که آقا اومد بیرون و اینا بعد این اومد یه ول کردم بعد صدا خوابید من شروع کردم این درختر اصلا خودش رو دیدن خودش رو جستجوی کردن این ریشه های خیلی عجیبی داشت و خیلی قشنگ رویده شده بود و از تنه یه درخت این زده بود بیرون بعد من هی داشتم اینا رو پس میزدم هی پس میزدم هی حالا همون همون که ایمان گذاشته حالا از زاویه دیده من من می بینم که من توی خونه نشسته بودم می بینم که فرهاد یه دونه درخت رو گرفته داره اول بالا داشت بهش نگاه می کرد بعد ببین مثلا این شاید سه دقیقه طول کشید سه دقیقه خیلی اتیا. طولانیه برای اینکه بخوای توی یه درخت رو نگاه کنی و <applause> مثلا رو آروم مثلا اون بالاش میزد کنار و اینا بعد اتفاق نفته بعد دیدم موبایلش در ورد چراغ چراق انداخته <applause> 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 <جمیده تصفيق> لونه پس موشیدم. روز پس رو... اف... مثلا وسط زهر دیدم که داره این کار بعد من دیدم که خیلی من گوشیم همراه نبود گفتم که خب من میرم حالا گوشی میارم این دیگه تا مثلا تموم شده دیگه چی کار دیگه میخواد با این بکنه برگشتم دیدم سرشو تا کرده تو بوته که شروع کرده ازش فیلم گرفتن خب هیچی همین دیگه دیدم اونجا یه لونه کوچیک تو تنه اون درخته درست شده بود یعنی حفاری شده بود توسط موشای محترم و من فضولات اون موشا رو دیدم خود بچه ها رو ولی نیدی نه نیدم احتمالا میدم بچه نبوده باشن خب سایز موش خودش کوچیکه ولی خیلی دارم خواست ببینم یکم وایستادم بعدش تو باخچه های پایین بازم گشتم و اینا <applause> <applause> چیزای جدید پیدا کردم تو باخچه هم لون لونه پرنده پیدا کردم بله بل. <applause> خیلی باحاله اینجوری حضور در لحظه داره و حلاق منده با تمام وجود داشت من اون ویدیو رو میدم با تمام وجود اون تو داشت میگشت خیلی آره خیلی اون تو رو حضور در لحظه باید جای دیگه میمون دورو خیلی شروع اتفاقات عجیبش اصاب کشی اتفاق میافتاد بعد کشی بعدی که مثلا ماشین نمیتونست بیاد بعد همه چیو میجاشن رو دوششون هم پایین میبردن مثلا پنجه تا پله بالا سو... یه داستانی بود بعدی یه دیدم مشکل. فرهاد سرشو <میدن> کرده لابود آخرش از <مازم> میزنه اینو با کرده با تمام وجود این شاخ ها همه از هم, هم دیگه از هم گسیخته شدن آخرش که تمام شد دوتا نگردم بهش میزنه که اینا برگردن به حالت عادی کامنت <مازم> هایی <مازم> که داده بودن به. افراد خیلی جالب بود 95 درصد که گفته بودن دنبال جا سازش دنبال موادش خیلی گفته بودن دنبال سر گندش میگرده یه سری هم درست حد زده بودن دیگه که اکثر هم و اینا بودن گفته بودن دنبال جونوری آها پرنده چیزی میگن اه حالا توی این دو سه روزی که گذشت خب مثلا بعضی زمان ها بود که خب کاری نداشتیم و اینا با فراد مثلا میشستیم صحبت میکردیم نیست مهرمزون هم هست کسایی که اومده بودن مثلا برای اصف کشی کمک کنن و اینا بعضیشون روزه بودن اون کارگره که بودن بعد مثلا یاد چیز کردیم یاد دوران ماه رمزون کردیم یاد مثلا سریالایی که قبلا پخش میشد و چقدر باحال بود و الان دیگه مثلا نیست و یاد چیز کردیم یاد اون رسم و رسومات مثلا هم افتار هم سحری و اینا مثلا اسمال حسنا میذاشتن بعد اون خودش مثلا اسمهای خدا رو میگفت و مثلا یه ریتمی داشت و اینا بعد آره بازیگون راهال هم خونده بودن همون صدا گزاری شده بود بعد اینا اصلا اینو اصلا گذاشتیم اینو بعد دعای سحر رو که مطمئن شدیم یارو 100 درصد اینو خود سحر خونه یعنی ساعت 4 صبح بیدارش کردن گفتن اینو همین موقع هم با یه غمی مثلا اصلا, اصلا بدبختی اینا و حالا اتفاقی که الان داره میفته یکی از کارهایی که من شب و تو استریم انجام میدم اولش یا آخرش میشینیم حالا یه ذره خاطر بازی میکنیم در مورد شرارت هایی که تو زندگیمون کردیم مثلا اتفاقات بعدی که رقم زدیم تو زندگی بقیه و اینا آتیش هایی که سوزونیم و اینا صحبت میکنیم و اینا خب خیلی باعث شده که بباشر. بباشر. شروع کردی الان پریم هنوز آه هنوز پریم ها یا میخوای دیگه بری نه نه میخوای نه با بزنیم بابا یه چیز میخوام خب نه آیا کارون هم چیزی داری بگی هفته ایش... بگو که اصلا دیگه حالا اینطوری آن پوینت نذاریم نه یه چیز میخواستم بگم سریال چیزو دیدید میخواهم زنده بمانم چند شن... جدید ایرانی نه من خودم گفتن من... که این شبیه شهرزاده من شهرزاده خیلی سریالش دوست داشتم بعد این شبیه اونو در همون حد و اینا من شروع کردم مثلا ببینم کلا دوست دارم حالا یه سریال ایرانی همین وسط باشه آدم ارتباطش رو حفظ کننی بعد حالا در اون حد که به نظر من نیست من هنوز کامل تا آخر ندیدم تا آخرم نیومده بعد ولی ایده یه تا حد خوبی شبیه اونه من فقط سوالی که از نویسنده‌ای که تو ایرانه دارم دیگه وقتش نیستش ما یه ذره گذر کنیم از نوشتن حالا داستانهایی که صرفا بر اساس مرد سالاریه مثلا یه سری مردن یه خانومیه اینا میخوان اونو تصاحب کنن و کل داستان هولو بابا یه دو تا ایده مثلا قورباغه ایدهش جدید بود یه داستان جدیدی رو آورد مثلا ما یه چارت سریال ایرانی ببینیم با ایده جدید دیگه همش که نباید یه یه چیزی باشه چند نفر دنباله مثلا یه خانم افتادن و میخوان اون رو تصاحب کنن انگار مالشونه و دیگه گذشت حتی <تصفح> اسپویل نمیشه چون اینو همون خیلی سری میفهمید داستان اینه تو چه جوری حال کردی باش؟ نه من دوسر سه قسمت دیدم دیگه بعدش هم نیدیم و منم همین حسو گرفتم که داستانش خیلی شبیه شهرزاد آره ولی خب اون بازی ها اونجا آره خب نه اصلا بازی ها نه ولی خب اون متنش و اینا من یه کمی متفاوت فکر کردم از نظر اینکه میگی نوشتم به نظرم خب چون یه جورایی یه واقعیتیه دیگه حالا همه جام هست نمیشه گفت که حالا ایرانه بعد شاید بعد نباشه وقتی نشون داده بشه حالا به این شکل و اینا آره اه. من دوست دارم نوآوری ببینم اونم که هست اونم شدیدن حرکت نووی بود منم با یه اون با قبول دارم آره. یه چهار تا چیز همش یه چیز تکرار دیدی تا آخر قرباقه رو تا جایی که اومده دیدم آره ارزا شدی با پایانش سیزن دینام. یک اومده او سیزن بعدم داره من آره قرار که تموم شده حال نکردم یه که ببین من چون جدیده خوشم میاد یعنی قد... حالا خب اصلا پوینتش همینه دیگه اندینگ های چیزم نداره مثل همیشه سریال های ایرانی که همه عروسی میکنن و... نه اون تموم قرار بیاد سیزن دو <applause> تو توییتر که میدونی این قورباغه رو له کردن مثل اینکه خیلی ایده های از دیگران گرفته داره و مثلا که... از دیگران گرفته داره منم من زیاد واقعا سینما نیستم ولی چیزی که خوشم آمد این بود که مثلا بالاخره ما یه سریال ایرانی دیدیم که یه موضوع متفاوت داره ولی خب این دیگه حالا یه خانواده نمیدونم پیوفتی دنبال یه دختر و این کشمکش و یکی میخواد اینو تصاحب کنه و یکی میخواد بابا با گذشت تصاحب نیست آقا کارو دقیقا عشقه. تصاحب دقیقا آقا کارو نه. 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 میره این قلب میره دنبال قشنگ تصاحب کار قلبو نمیدونی نه آره. شما نمیدونی این دقیقاً <تصحبه> تصاحب نمیشه آره چند تا فیلم این هفته ما دیدیم باحال بود من خوشحال میشم که مثلا فیلم هایی که ببینیم خوب باشه یعنی ب... نه باش. میکس ایرانی خارجی چون بعضی <applause> چون بعضی <بزیاد بزیاد> <applause> از ناراحت از میشم وقتی فیلم خوب ببینم <applause> <applause> نه بعضی این طوری که همه فیلم ها رو ببینن و اینا من آره. دوست دارم آقا هم صد در ها فیلم هایی ببین. که ببینم خوب باشه دیگه چی یکی شنای پروانه ایرانیه که اونم از این فیلم تقریبا سنگینه خیلی خوب بود یکی دیگه خورشید بود اونم سنگین طوری بود ایرانی اینا ایرانی از خارجی هم ده گیفت رو دیدم خارجی هم ده گیفت رو دیدم رو نتفلیکس بود فکر کنم هم بود و کریف فیلم نهیدم و ران این, این هم دوتا فیلم انگلیسی بود <تصفح> <تصفح> خیلی فیلم های خوب بود ترکت ها الله یه گوریزی به تجربه کلاب هاوس هم بزنیم حالا که توی پیر بزنیم بفرمید صد در صد چاری که نه هاوس من شروع بزن بزن گوریز <laughs> بزن من خیلی حال کردم بگی تا من دلخوری همو بگم <laughs> ایمان دلش پره <laughs> گوش بریم تجربه با حالی بود خیلی هم فیدبک اینستانت فیدبک فیدبک گرفتیم از خیلی ها دوست داشتن بیشتر با پارت دو افتر <laughs> پارتی خیلی حال کرده بودن و تازه افتر پارتیش یه بونس هم داشت که دیگه ایمان که اومد یه ایمان دیگه اومد توی اون ایمانی که همیشه توی بحثا راجع بهش می‌کنیم م... اون دوستم اون دوستم خونه مجردی خونه سازمانی و یه سری اسراری هو داشت و آره منم بخش دوشو خیلی حال کردم میشه توضیح بدی بخش دو چی بود چون من ببین یه دقیقه من بز من, زیاد من, من زیاد از زمان از زمان ایمان بشه من گلگیمو بکنم ما با هم دیگه قرار گشتیم که بریم تو کلاب هاوس بعدم گفتیم که دیگه بس کنیم تموم بره بعد خدافزی کردیم با. بعد رفتیم بعد یکی به هم مثل که من آره دارم پشت سرت صحبت میکنن کجا <تصفح> رفت نه تازه یه بار رفتیم بعد دوباره من برگشتم دوباره گفتم ما هر روز ادامه داریم بعد دوباره خدافزی کردیم گفتیم نیمش بعد دوباره یکی تو گفتی بعد بریم ایرانی همیشه تو نه آخه خب اینو دیگه میبینی من به نظرم اینطوری بود که دیگه بعد زمانی که داشتیم دیگه چون همه من مثلا دوست داشتم فرزادم باشه اون مدتی یعنی کلشو هیچ ولی خب قرار نبود نه منظورم اینه که من خودم برنامه داشتم من نمیتونستم بمونم ترجمه دادم که هممون میتونستیم بمونیم بگو اوراتون تمام شد بگو یه ذره ایشونات تاریخ خود دستکاری کردن ست دوم قرار نشد همه بریم تو گفتی من باید برم کار داشتیم نه اولش که باید نه, نه ست اول داره ست دوم هم تو دو اینجوری گفتی دو این که من مطمئنم تنها ناراحت ایمان این بود که فرزاد نبود یعنی ایمان چون واقعا دوست داشت فرزاد باشه و اونجا تو اون ستینگ دوم فرزاد نبود ایمان ناراحت شده نه من خودم هم خواستم باشم حالا من بگم چجوری شد ما راج... دفعه اول اون این کار کردیم انجام دادیم بعد گفتیم تمام شد خدافیزی کنیم بریم اومدم و اومدم بیرون خواستم برم توی اون گروهی که راجب دیپلماسی رو فدای میدان کردن بود ام. بپرم تو اون گروه ببینم چجور صورش خبرش اومده بود خیلی دقدق هم بود و اینا بعد دیدم این هنوز مثلا نوشته که این کلاب ما هست من فکر کنم این اشتباه اینو نوشته <applause> با این باگ اپلیکیشنه اینو اشتباه بالا نگه داشته اون رو زدم روش دل... رفتم تو بعد روزین ترجمه گفت کارون چرا رفتی ما همیشه عادت داریم کالا رو که قطع کنیم ما همیشه اینجوری مثلا گروپ کال که میکنیم ایمان همیشه مثلا کک به تنبونش باید زود بره خب اوه. ما معمولا مثلا بقیه که ایمان و فرزاد همیشه میرن ما ستا معمولا میمونیم و شروع میکنیم صحبت کردن اینا بعد راجون آره من فکرم تو میدونی چرا تو رفتی و اینا فرهاد هم بود و بعد خیلی از شنوانده مونده بودن It's thing <laughs> آره آره شما زود میرید ما میمون بعد <laughs> داره دیگه وقتی که خدا میکنید <laughs> آره <applause> بعد دیگه خودمونی شد بحث دیگه ما بریم بعد آره. خودمونی شد اتفاقا به نظر من خیلی هم خوب شد این ستینگ درستی از کلاب هاست بود که ما باید تو دفعات آینده ران کنیم چیزی هم که برای من خیلی جالب بود این بود که ما موفق شدیم یه سری از شنونده رو تو سطح نزدیکتر بشناسیم با ایده ها و دیدگاه هاشون من این خیلی دوست داشتم خیلی برای من جالب بود حالا تقریبا رعایت میکردن و یعنی آره آره خیلی. اون که عالی بود بعد حالا همیشه خب به واسطه پادکست اون ور قضیه است که یعنی کسایی که ما رو گوش دادن ما رو تو سطح نزدیک میشناسند. ولی الان داشت برعکسش اتفاق میفته برای من خیلی جالب بود و امیدوارم که حالا دفعات بعدی که ما انجام میدیم این ستینگش این باشه نه اون ستینگ قبلی که حالا دو دقیقه بیب بی بی کنیم زنده باش آره <applause> خیلی آره اون نمی بحث نمی انگار مثلا یک می یه لکچری میداد میرفت ولی <applause> این سری قشنگ بودیم هر چند رو تعداد بالا احتمالا نمیشه باز همچین کاری کرد یعنی اون نه. ده. یعنی اون که دیگه فقط داشتیم چرت و میگفتیم قسمت دومشو نه نه ولی دوباره باز چرا چرا هم یک کم اشاره کردش که پس من نبودم آره اشاره کردش که انتظاری که از کلاب خود کس داشت این بود که همینجوری دوره هم بحث بچرخه ولی مثلا سیت اول این اتفاق نیافتاد توی ستینگ دوبام این اتفاق افتاد که وارد بود حالا ما سعی میکنیم سری بعد فضا اونجوری باشه خلاصه با حال بود بعد دیگه ادامه پیدا کرد. سه ساعت و نیم اینطور مغز من کامل از کار افتاد برای است. اون ایمان هم این چارچوب میذارن توش و اون ایمان اومد خب همین دیگه اون چارچوب گذاشتن کار ما نه که میگیم خدافزی برای کنیم برای اینجا خدافزی یعنی سلام نو منز نو نو یس تو اول قطع کن چی برین؟ <تصفح> بریم تموم شو واسه جملات بود نه گفت ایمان اومد بعد دیگه همین نه گفتم بعدش هم که اون ایمان اومد و دیگه واقعا میخواستیم بحث باهاشیه ببریم رفت دیر،, دیر, شده بود دیگه درسته ولی باحال بود. بود خیلی هم گفته بودن که خب کلاب هاست توی دوید... کسی که اندروید دارن میاد این برای اندروید هم که... میاد یه فکر رو من تو ذهنم چون اون اندروید یه گفته بودن ما میتونیم روی تلگرام تلگرام یه فانکشن جدید گذاشته دارم. دارم. دارم همه گذاشتن بعد یه دارم. لحظه فکر کردم که من این تلگرام رو بذارم کلاب هاست هم بذارم بعد از اون برم خیلی سخت و چیز میشه صداش اکو میشه اره خیلی خوب بزن ببینیم چه خبره سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم مامان سلام سلام این اپیزود اپیزود 282 ماست خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از خودکست چه خبر؟ سلام؟ عالی خوب خوش؟ همه چی؟ اصلا یه قسمت ما بشینیم راجه سپرانست باید کنیم آخ بکنید تو ایم شما دوتا که تمام کردی میذاریم رو پیتریان تو سرعت خیلی خوبی میبینی یعنی تو خیلی خوبی میبینی ولی من خواهم میبری بعد رو بزنم از اول یعنی من مثلا ساعت دو نیم صبح میبینم موقع خواب نمیتونم دیگه من لالایی دی میبینم دل کار What can you do? It's a good kid ولی خب با چند نفر که صحبت کردم مثلا دیده بودن اونام میگفتن جالبه مگه آره که ما جالب <applause> نه نه باقیه یعنی باقیه میگن باقیه. که مثلا کسایی که توی ایران هم باقیه. هستن دیدن حتی نظرشون ایران داره. هم یعنی چی چه فرقی داره <applause> که به زبان انگلیسی اونقدر مسلط نبودن براشون جذاب بوده, 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 بوده کلت میگم خب نبوده یارو دوست منه <applause> زیرنویس هست دیگه طرف انگلیسی زیاد بلد نبود خب میگفت اکتینگش و اینا جالب بوده اون ستینگی که داره جالب در. زیر داستانش اونجوری نیستش که تو بخوای نه oh. داستانش هم اونجوری نیست که مثلا تو دیتیل بخوای بدونی همینجور ببینی هم یعنی یه سری روابط و یه سری با... اتفاقات که میفته رو بعد نه آره بعضی آره ولی خیلی چیز کژو مثلا چون دارک و تو یه تیکشو میس کنی دیگه نمیفهمی ولی این اصلا اونجوری نیست نه من همینم هم میس میکنم من من, <تصفح> من کارکتر رو ستینگ های بینشون باز خیلی, خیلی زیاده اون تو مغز نگه داشتن همه سخته فنگو <تصفح> بعد زیاد هم آدم جدید میارن مثلا یه, معرفی <تصفح> یه, یه تیم جدید کازینشی که 20 سال زندان بود آره بعد معرفی میکنم بعضی هاشون هم سری میرن یعنی بعضی هاشون موندگار نیستن ولی آره خب بز... رحمت بز... همه. بدی میکنن دیگه اینا بدی میکنن ایمان یه سوال ساشه نمیذاره میخواستم کنسرت بذاره اه... yeah. لذت میبری سبز شده ویو نه من سوال که پا میشم انگاه زندگیم تغییر کرده خیلی خوبه ویو به... من ترجیحم به برفه بابا یعنی اینو میبینه اپریشیت نه بعد تازه صبح که پا میشه یه مهی هم به اینه این این سر آره. خیلی آره. نه ولی من کلا اون ستینگ برفی دوست برفی خیلی بیشتر به نظر خیلی زیباتره سفید برفی اینا بله بفرمایید ام این هفته توی پری اپیزودم در صحبت کردیم من و فرهاد یه تایم خوبی تو طول هفته با هم دیگه گذرونیم وقت زیاد داشتیم در مورد حاله یه سری از چیه؟ نه بباشت چیه؟ باز خواهی ب... بگی بگید. بگید نه نه بگید نه نه خواهیش میکنم نه, 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 نه. ترس <تصفحی> بگو میکروفون این دوری گذاشته <تصفحی> جالبه سیمش ممکنه فقط خراب شد تو رو بارم سیمش یک لطفا شیش چیشم میگفتم یه تایم خیلی خوبی با فراد گذارنیم و بعضی موقع یه ذره وقت من رازاتر بود در مورد حالا ماه رمزون و نوستالژی های ماه و اتفاق آداب و رسومی که داشت و اینا صحبت کردیم و که یه جورایی تریگر کرد این بحث امروزمون رو در مورد نوستالژی میخوام صحبت بکنم خیلی اول برای کسایی که اومدن بگم که خیلی قرار کژوال در مورد صحبت بکنیم خیلی خودمونی در موردش بحث بکنیم شاید زیاد اصلا ساینسش رو نمیخوام مطرح بکنم به خاطر اینکه چیز نوعی دارن توی مثلا پنج سال گذشته دارن در موردش خیلی جدی تحقیق میکنن و هنوز به میگفتش که اطلاعات آماری خیلی مناسب و ریلایبلی در موردش وجود نداره ولی خب به یه سری نتایج از قبل رسیده بودن دارن روی اونا تحقیقات انجام میدن ولی خودم برام جذاب بود که ببینم نوستالژی بچه ها چیه با از ویورا در واقع سوال پرسیده بودیم ببینیم که چیا برای اونا مهمه چیا اونا رو تحت تاثیر قرار میده و کلا یه اپیزود گفتگو محور خودمونی قراره باشه کسایی که بعدم میگن ما چیزی یاد نگرفتیم اصلا طوری نیست این اپیزود یکی از کارهایی که من شب و تو استریم انجام میدم اینه که حالا میشینیم یه ذره خاطر بازی میکنیم و از شرارت که تو طول زندگی انجام دادیم و آتیشهایی که سوزوندیم و اینا میگیم حالا به صورت تنزگونه یه جورایی بیان میکنیم و توی چند شب گذشته در خاطرات دوران راهنمایی و اون معدود دبیرستانی که رفتم صحبت کردیم که خب خیلی اتفاقات خیلی خاطرات جالب و عجیبی زنده شد در این حد که ما اصلا عکس یکی از کسایی که توی استریم من بود با ناظم ما ناظم دوره راهنمایی ما همسایه در اومد بعد عکسش رو من فرستاد مثلا عکس رو من برای کارون فرستادم عکس لایو یعنی مثلا همون خیلی ریسنت بود چون ماسک مثلا پایین آه. چونشون بود یعنی اینطوری بود که بعد رفته بود از اون بند خدا پرسیده بود که اینو یادت یا اونم گفت آره تو رو اون, اون قرمدن من هیچ چخی یادم نمیره بلایی که آخه من سر این بند خدا آوردم خیلی دوست دارم آقا آشفته خیلی آدم دوست داشتنی بودن فکر کنم یکی ای ای مدسه... از معدود آدم بود که تو مدرسه ما آدم چندش تا دلتون بخواد داشتیم و آدم دوست داشتنی هم داشتیم از همون کسی که شروع سال میگفتش که سال تمام شد بی خود بود دیگه به هیچ نمیخواد یه معلم ادبیات داشتیم بولا قد بلنده نه 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 آقای مطلبی مطلبی اون خیلی آدم خوبی بود این آقای مطلبی ادبیات و عربی منو ساخت عربی منو نه ساخت ولی ادبیات منو ساخت ببین این به ما عربی چیز داشتیم اعراب و تحلیل صرفی همچین چیزی شما میمدی نقش کلمات تو جمله رو در آره. این با ما توی سوم راهنمایی یه کاری کرده بود ما انقدر اینو فارسی شما بودیم که من تو دبیرستان هیچ مشکل نش عربی آقای مطلبی ها همیشه میگفت آقای مطلبی میخواد شما رو از این سطح به این سطح فرست آره. اینو تو سریال سوتس آقای هاروی سپکتر هم گفت بله. گفتش سلامت. که تو اینجایی من اینجا <تصفح> <تصفح> این از آقای ما این آقای مطلبی یه آدم قد بلند خیلی با جذبه عصبانی ها یعنی میواد سر کلاس جدی عجیب یه چیزی ازش یادم نمیتونم بگم این بنده خدا اینطوری بود که هم میگفتش که میخواست نقش کلامات توی جمله رو به ما بگی که مثلا بگه این مثلا حرف اضافه است این هم چی چی فلان و بیسار اون موقع واقعا انقدر براش مهم بود اینا و از اینا امتحان میگرفت و میپرسید و عصبانی میشد اگه نمیدونستی شرفتو میبرد تو اون کلاس اگر کی و همه بچه های هم ما ها یکسان میدونستن انقدر از این میترسیدن برای سروایوال می... آره واقعا <تصفيق> <تصفيق> واقعا ولی جذاب بود میدونی آخرش هم مثلا اینطور نبود که وا یا خدا مثلا این دوران ولی آخرش مثلا یه جوری مطرح میکرد که خیلی جذاب بود یکی از معدود معلمایی بود که اونجا واقعا سرش به تنش میارزیم یه امتحان, ام، ام، امتحان زیاد میگرفت بعد امتحانا رو میداد به مثلا 4 5 نفر خوب کلاس اونو برای بچا سعی کنن همیشه عادت برا... فقط اینجوری میتونی تو امتحان زیاد بگیری دیگه چون سعی کردن کار سخت بعد امتحان املا میگرفت املای قوی هم میگرفت یه کار جالبی که به ما میکرد مثلا بقیه که املا میگرفتن احتمالاً فقط از خود کتاب بود این میومد اون لغت های کتاب رو هم ریشه رو مثلا میگفت از اون ریشه،, ریشه کلمه یه لغت دیگه میگفت بعد تو باید سر جلسه استنباط میکردی که این مثلا کلمه شبیه اونه تو این قالب مثلا چه مثلا قالب و قالب کدومش من باید اینجا به کار ببرم کارشون درسته آره این, این خوب اینترلی. بود دیدونه دیگه آقای محمد حسن کاهر داشتیم که بله. از ایشون هم برای من اکس برسته. اون معروفه دیگه اونا احتمالا خیلی هم میشناسن آره معلم ریاضی درس ریاضی ما رو قوی کردن خیلی آدم باحالی بود بله واقعا آشوفته آشفته اینا خیلی خوب بودن آره خوبه دیگه هم داشتیم ولی نداشتیم دیگه مفتون بری... خوب بود خدا آره معلم خیلی فهمیده زیاد بود. داشتیم دیگه. اسم بگم یا نه شو نه دیگه اصلا خوبا رو فقط بگید پرورشی یادت میاد اسمش هم میتونم بگم کلا اسمش داره با بهش آره, آره. کلا من هیچ وقت فاز معلم پرورشی رو نگرفتم به نظر من خیلی ایشون اه، اه، حالا دیگه وقتی که توی از... معلم پرورشی خوبم قطعا داریم ولی اونایی که ما داشتیم نه من دو تا داشتم خیلی مزخرف حالا دیگه الان یه جوری اصلا وارد اپیزود شه دو تا داشتیم خیلی بد بودن جفتشون یکی دوم دبیرستان بود که به ما در مورد انواع میکروب تو بدن به ولای علی قسم به ما میگفت انواع میکروب تو بدن میگفت آر. میگفت بنویسید هر کی دفترش قشنگتر باشه نمره بهتری بهش میدم به قرآن قسم اصلا باورت میشه توی دبیرستان دو رشد یه همچه وجود داشته باشه که بیانه کارو یه دونه دیگه هم بود که ایشون برای ما مثلا سکس ادویکیشن بود تو راهنمایی مثلا و نه بابا داشت فقط میگفتش که مثلا فرق مایاتی که از بدن خارج میشه رو توضیح میدادن و میگفتن یکیشون این شکلی یکیشون این شکلی همین این اوج سکس ادویکیشنی که ما گرفتیم همین بود فقط تش... فقط توصیف کردم آره مثلا بابا اون موقع فکر از کمر میاد بیرون اونجا تا بیاد اینو مثلا خودشون هم نمیدونستان یه جوری اونجوری فکر کنید یکی دیگه رو آورده بودن از یه مدرسه دیگه بعد اون مدرسه دیگه مثلا معروف بود و مدرسه شر رو شروع اینا از یا؟ نه از جابر ابن حیان آره. آره. آره 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 یه معلم پرورشیون مثلا این اومد و گفت مثلا خوب شروع شروع که جوک گفتن این جوک اولینه بچه به کروات میدونید چی میگن؟ چی میگن؟ دلزومت. فلش معامله و <applause> من این همه 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 اینجوری یادم من اینجوری اصلا نخندیدم بعد این خیلی جلسه اولش بود نمیدونست مثلا این حرفا رو تو این مدرسه ما استثنا میتونه بزنه نمیتونه من اینجوری نشست اینجوری فکر کنم اون ناراحت شد من نه. گفتم نه آخه دار بی خود <applause> منم خندم چون که ایشون تلاش از بوانه داشته بکرد <applause> <آه فلیش تصفيق> من یه معلم هم داشتیم و هیچ وقت یادم اسمش اون آه شما معلم تو اون ور فرق داشت معلم این معلم بدترین بود این بدترین معلمی ببین ای این به من میگفت با من شروع میشه من... اسمش نمی ممکنه این خالیایی که تو طول سال بر ما بست اصلا باورم نمیشه این مثلا میگفتش که من هر جمعه که میرم حمام قصد کنم باتری ماشین ها با خودم میبرم تو حمام با خودم میشونم میگفت باتری ماشینم لیف خودش داره میخواست همون نظافت ما بگه چینک بوده فکر کنم تو تقنیم بین خودش و همسرش میخواه الان من کاپوت ماشین رو واقع کنم انقدر تمیز برق میزنه اصلا اصلا اینجه بعد میگفتش که بعد کانسپیرسی اون موقع میداد میگفتش که خواهش فکر نکنید که اصلا اینه مملکت ما در هم بر همه اونجا از روی تعداد سیمایی که سیمای برقی که توی کوچه هست میشه فهمید این یا نیست میگو کوچه هایی که سه تا سیم برق دارن همیشه بنبستن اصلا شما رفته بودن عاشق این حرفا تو ایران عاشق این آره واسه سیمای <تصحنت> برقی که تو کوچه هست آره چه به نه ولی عاشق حرفایی با... با... هم که با... تو ایران صحبت میشه یا اون آویزون آره ولی آره وسط تو, تو شهر تو خیابون ماست بعضی مواقع پیش میاد قدیمی تر اصلا دارم فکر میکنم <تصفح> بعد ایش هم ایش هم ایش هم ایش نگاه کنید بره. بعد میگفتش که آره خارج اینطوریه اگر که شما پشت چراغ قرمز وایسید چراغ سبز بشه و با اسپید با با اسپید لیمیت برین دیگه به چراغ قرمز نمیخورید هیچ وقت تا مقصد این ببین اصلا اون گفته. موقع که اون موقع که برام میگفتم من جوریام که یا امام حسین دمشون گرم هیچ وقت هیچ کس به مثلا ولی گفت اگر که ولی اگر که قانون زیر پا بذارید میمونید پشت چراغ قرمز همیشه مثلا اینا رو با چه فکری میگفت میگفت که مثلا تو سر خودمون بزنه یه چیزایی که چیز آره مثلا مثلا اونجا فکر شده است حواستون باشه مثلا اکسایتمنت شور کنه که مثلا نمیدونم مثلا لیفو برای چی من بدونم که ایشون هر جمعه که میرن همون باتری ماشینشون باتری تی چیز داره باتری ماشینی که داشت بعد مثلا به ما میگفتش که نمیدونید شما تحت به قرآن مجید قسم جملش این بود حالا با آذری هم بود با یه لحجه آذری میگفت گفتش که ته دریا جلبک زیاده جمله تمام شد یه سری فکت های اینطوری میداد که تمام شد همین شوهرمه نه علوم درس میدادن آقا آره علوم درس میدادن خیلی جالب بود یه مخصوص کراس ایمانی بود والا دراز آویز فلان فلش معامله ما نداشتیم همه کرواتم که سرش این بعد شما بوده بعد یادته اون مدرسه که نبود اون خونه بود خونه رو به زور کرده بودن به زور کرده بودن آره. بعد از ورزش که میومدی تو کلاس باید دواس عوض می کردی بوی کلاس کوچی بوی بعد یه دور یکی از کلاس ها آخر سال سوم هم بود دیگه خیلی صفر نبود بچه ها رفتن کلاس اول آها کراوات زده هم. بودین همه؟ چی؟ همه؟ ما یک سری رو توی دبیرستان داشتیم توی راهنمایی نمایی بچه ها به صورت آن یعنی به درخواست شما باد شکم میدادن بیرون همیشه <تصفح> بودن نمیدن ایمان یا بالا هم میزن کلاس ما اینطوری نبود یه <تزق> تفریحی که بود یه سری بودن قوی این کار انجام میدادن مرکز میگفتم بچه بیاید میخواد مثلا بویز هوا کنه الان میگیره همه دست داره میزنه روی سندلی هیچ لرزه ایجا کرد با همین اینی که ایمان گفت یه سری ها بودن خوب قوی بودم اصلا تقدیر میشد ازشون باری کلا این خوب بود بو اصلا میده بو تلنت هایی که داشتیم عجیب بود <برای> یکی بود که مثلا کن بعد یه سری قوی نبودن اینا <applause> اصلا مثلا مثل شرط بندی بود تا اگه ضعیف بودی اونجا سری دوم نمیذاشت ولی <applause> یک تیم کشی میکشیدن یادم داشتی مثلا بیاید همه میرفتید تای <applause> کلاس دستو میذاشت رو صندلی چوبی که لرزشه لرزش اینو قربال میشد اینا گفتن یه چیز دیگه چیزی بگم یکی داشتیم بغل سهند و یادت این خیلی آدم خنده‌ای بود این بغل دقیقاً قویمون میشه بعد یه وقتی به سهر میگفتیم سهر آمادهش کن این شروع میگشه کم این ماز وای 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 سهن تیکه کلاسه ما بود خود تکنیک سهن که میدین چی بود بله چی کدوم تو 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 بالا نه ببین توف که میگم با توف انسان فرق آره باش میتونش مثلا یه چیزی برداره روز از کوزیته توف این با اصل رقابت مثل قورباغه بود خب این قدش بلند بود همیشه مثلا از ماها بلندتر بود دروازه دروازه بود این سرپا وای میسا توف و ول میداد این توف میومد میرسید به سطح زمین بعد میکشیدش بالا بابا ببین نه نه ببین اصلا این تلنت این بی نظیر این توفو تا زمین می اومد میکش این یو یو حسلش که سرمیرد یو یو ده آره این حسلش سر کلاس که سرمیرد میورد تا دم نیمکت داره میوردش بالا هم پشت آقا میشه ببین این اینا اونو میخواستم میگم بعد بچه ها ورزش برگشت شدن سر کلاس کلاس کوروشینا هم بود بعد دیگه بود کسافته دیگه پنجره اینا بسته باشه با اون بچه ها اون بچه‌ای که تخصص توی از چیز هم داشتن هم شروع کردم به فعالیت درا هم بسته بودن خب درا رو بسته بودن اون نفر... ظلم به بود دیگه دیگه <تصف> خودش یه دیگه که <تصف> داره میجوشه دیگه طب... بعد آه... کاهه اومده تو زنگ بعدی کاهه بوده در رو با کردیده چجوری رفت تو دفتر معلم ها دیگه نرفت اون کلاس گفتش که من اینجا بی حرمتی میشه خیلی بحشی هایت نکوی سخت معلم آها بعد اون که رو سندگی گفتم روی آره میلرزون ستینگ بیرونش رو دیده بودی؟ تو آزاد میشی، آه, آه، از ماشین کاپوت ماشین بچا بیاید میرم میشه رو کاپوت ماشین دست میذاشی خب بریم لرزی فیزیکتا بودن فکر حالا نه یه نفر نبود رقابت بود این که میگن خوبشون بود این دیگه این میگه که این باده مدر شاد بود که سن ماساژ میداد شکمشو اوام برای همین گفتم بیایم قصه دوات نوستاجی های خودمون صحبت کنیم خاطراتی که داشتیم چیزایی که از ممکنه به سر بزنیم مثلا میتونه خاطره باشه عکسی باشه مکانی باشه آهنگی باشه یا هرزی کلمه یه چیزی یه اول یه چیز خیلی کوتاه در بگم میگه که نوستالژی یه حالت احساسی انسانه نسبت به گذشته که معمولا برمیگرده به یک دوره یا زمانی که اون شخص خوشحال و آسوده بوده من موقع که داشتم میخونمش خیلی مقابل پی تی یعنی یه خاطره ای یه چیزی و یه حالتی رو تریگر میکنه یه حالتی رو فعال میکنه, <applause> میکنه. نه تراما آره آره تراما که فعال میکنه موقعی که تراما هست تو خیلی مسترم و ناراحت میشی موقعی که نوستالژیا هست خیلی خوشحال و مثلا میری توی حالت مقابل اون ترامایی که وجود داره این کلمه نوستالژیام یه ریشه یونانی داره که مکمل مکمل دو تا کلمه است به نام ناستوس که به معنای هوم کامینگه یا بازگشت به خانه و الگوس که به معنای درده این نامگذاری شده توسط دانش دانشجو دانش پزشکی در قرن 17 هم خیلی بالوده آقای یوهانس هوفر میدیده که بعضی داشته روی چیزی تحقیق میکرده یه سری مریضی که خیلی از سروازهای سویسی که خارج از خونه داشتن خدمت میکردن داشتن میگرفتن اینا رو تحت تاثیر قرار میداده و اینا نشانگی هم نشانه هایی هم که اونا داشتن خستگی کمخوابی تپش نامنظم قلب و تب بوده اینطوری که آقای هوفر فهمیدن علت این بیماری یه مشکل فیزیکی نبوده که به سر اینا اومده بلکه یه حسرت خیلی زیاد برای خونو و خانواده دلشون تنگ شده بوده تنگ شده بوده برای در واقع اون کشوری که ازش بودن از سوئیس شاید جالب باشه شاید جالب باشه براتون که اون زمان فکر می‌کردن که این مشکل فقط تو سوئیسیاس فکر یه مشکل برای اون نژاده میگفتن زنگوله های گاوا که هایی که به گاوا آویزون هم صدا میده صداش که توی کوههای آلپ میپیچه باعث اختلال در اعصاب و روان میشه او این اینو حد مشکل مشکلی میگفتن اینه میگفتن فقط این سوئیسیان که این مشکلی دارن که بعد اصلا نمیذاشتن حتی مثلا میگو فرماندهای ارتش نمیذاشتن که اینا از آهنگای سوئیسی بخونن چون که فکر میکردن که آره خرافه مثلا به وجود میاد و اینا مثلا مریض میشدن یا در میرفتن و نمیمونن برای جنگ و اینا ولی خب با رواج پیدا کردن مهاجرت میبینیم که اینطور نیست همه ماها وقتی که یه مدت طولانی رو از اون جایی که توش بزرگ شدیم و حالا زندگی کردیم و رشد کردیم جا میمونیم یه سری خاطرات خاطرات به سراغ میاد یه سری نوستالژیا رو پیدا میکنیم دل اون تنگ میشه شاید یه ذره ناراحت بشیم و دوچار این حالا مشکل شاید بشیم حالا من اسمش رو میذارم مشکل ولی خب همینطوری که باش صحبت در مورد صحبت میکنیم احتمالا میفهمیم که میتونه فوایدی هم داشته باشه اصلا به صورت پزشکی بعضی جاها از نوستالژی استفاده کنند برای اینکه ذهن آدمایی که خیلی مضطرب هستن رو آروم ترش بکنن همینطور که گفتم حالا همین نوستالژی قبلا دیدگاه خیلی بدی نسبت بهش وجود داشته بهش می گفته یه حالت مریضی طور بهش نگاه میکردن ولی توی در واقع دیدگاه مدرنی که وجود داره ام. خیلی مثبت و آدم ها بعضی موقع ها برای فرار از استراب و اینا دست به نوستالژی میبرن مثل همین حالا اتفاقی که الان افتاده شاید من شخصا یه مدت مثلا خیلی مضطرب و نگران بودم و الان داره اینجور این در واقع چنگ زدن به این نستالژی ها برای اینکه یه مثلا نظر آدم رو آروم تر بکنه و خیلی داشتم میخوندم میگفتش که نوستالژی خیلی کمک میکنه به اینکه آدما رابطهشون قوی تر بشه میگفتش که آدما موقعی که دارن تو زندگی حالا دو روزمرگیشون میشن و کارشون رو انجام میدن خیلی شاید با بقیه اطرافیانشون فاصله بگیرن ولی خاطرات مشترکی که دارن نسبت به قدیم که همیشه خاطرات مثبتی بوده موقعی که در صحبت میکنن احساس میکنن که عضو یک گروهی هم دوباره احساس میکنن که با یه سری آدم یه سری تجربه مشترک دارن و میتونه بهشون کمک بکنه من یه سری خاطره حالا دارم از دوران همین راهنمایی و آقای آشفته یعنی آقای آشفته امیدوارم که منو ببخشه توی باید. زندگیش بلاهایی که من سر این بند خدا آوردم توی این اردوها واقعا فکر نکنم سر هیچ کسی دیگه آورده باشم من سال سوم سوم راهنمایی من از اردو رفتن من شدم یعنی به اون گفتن که آقای دستباک دیگه نهی اردو و این با خانواده باشا. من مطرح شد و خانواده منم میدونستم <applause> من اول راهنمایی بود ما رو میخواستم ببرن کجا؟ مشهد. مشهد با قطار ما رو بردم مشهد بذارم از ستینگ شبه بهتون بگم اول راهنمایی نمایی آهنگ ابلیس و اینا آمده بود اول ام ابلیس؟ اول راه نمایی ابلیس اومده بود ابلیس بیوشین آره اصلا واقعا اون موقع اسمش حسین ابلیس بود الان مثلا اسمش حسین خالی به ابلیس نمیشناسنش ولی خب مثلا آهنگای خیلی خوب منشوری بود به درد سن ما نمیخورد مخصوصا مدرسه ما که یه جورایی مذهبی طور بود یه جورایی وسط مذهبی بود نماز یعنی نماز, نماز جماعت داشتیم بود. بود. نماز سه شب صبح و صبح زیارت عاشورا دعای ابو حمید اونا اونا چیز بود اونا آبشنان. زیارت عاشورا اینا آپشنال بود داشتم تو محرم اصلا نمیخوندم یه پایه های یه زمان های خاص اجباری بود بقیه آبشن ها بیان اه؟ آره او اینو نمازش هم اینجوری بود نماز یه جای همش اجباری بود بعد آه. همش, همش اخت... بود. اختیاری شد بعد یه روزایی مثلا فلان پایه باید میرفت بقیه هم دوست داشتن آره آره خلاصه اه... توی ستینگ مدرسه ما این گنجایشی نداشت واقعا حسین ابلیس خلاصه ما میخواستیم بریم اردو اینا اه... منم چیزایی که آماده کرده بودم یه آیپاد بود که با خودم ببرم که توش آهنگای حسین ابلیس بود و یه سری مزاحم تلفنی های خیلی شدید و لحن و ضد انقلابی <تصفح> <مسته> قشنگ بود آره آره عکساشو دارم و اینا نه نه با چند نفرم مشورتامو کردم فکت چک شد آره فکت چک شد اول راهنمایی خب این در واقع این مشری که ما رو بردن ما توی واگن بودیم بین واگن ما در واقع بین ما توی کوپه بودیم توی واگن که فقط مدرسه ما بود دو تا واگن خانوادگی بود و یه مدرسه دخترونه اوه, اوه یه واگن پایین‌تر مگه بیشتر کنترل کرد بعد و فکر نکنین که فقط کلاس های ما کنجکاو بودن که برن اون و اونا هم همونقدر کنجکاو آره بودن که بیان و وسط به حال هم دیگه رو ببینیم نه اینطوری که مثلا صحبت میشه شون... اینطوری که پسرا میخوان برن کرم بریزن دخترا همه نشستن تو واگن دارن آیت الله کرسی میخونن بعد ببین اینطوری بهتون میگم که شهریار رو یادت میاد یه شهریار بود که خیلی شهر بود این آورد واسه <applause> <applause> این برید این مشهد زیارت <applause> شما بوده <تصفيق> آره <تصفيق> <تصفيق> این دوستمون قلیون آورده بودم با از این زغالایی که دایره که زیرش چیز میزنی <applause> <applause> آره. بعد اینو خب میزنی بعد یه ذره مثلا یا فوتش بکنی یه ذره اولش دود می میکنه و اینا از پنجره این پنجره رو قفل کرده بودن این بچه بچه‌ها زدن باز کردن یه جوری حالا چی این از پنجره قطار گرفته بود بیرون این گور بگیره از دور تو شب می‌دیدی یه چیزی خلاصه چیز شد این شروع کردن قلیون کشیدن و حالا بماند که آقای آشفته بیچاره اومد تو مثلا پشون بود که اصلا چی داره میشه و قلیون چی و قلیون اونجا از این بنده خدا گرفتن و بعد اوخی. تو کوپه ای که مثلا برای فکر کنم 6 نفر بود کوپا آره. فکر کنم 12 نفر از اون کوپه نشسته بودن آهنگ دوبس دوبس زیاد حسین ابلیس گذاشته بودن اون بر و مثلا داشتن قلیون میکشیدن میگفتن میخندن کارت ورق داشتن بازی میکردن و اینا فیسبوک فجور بریم مشهد اصلا داستان بعد که اومدن ما رو جمع کردن دیگه مثلا ساعت دهانیم یازده بود که دیگه به ما خاموشی دادن گفتن بگیرید بکپید خب ما چیکار کردیم رفتیم سمت واگن دخترنا البته واگن دخترنا جلوتر تر بود رفتیم آره رفتیم بچه ها شروع کردن حالا بین این واگن ها کردن اینا نباید میرفتیم مثلا اجازه نداشتیم بریم ولی خب اون بابایی که خود آقای آشفته و بقیه دستان در که اومده بودن دو سر واگن بودن که نذارن ماها بریم جایی اینا دیگه خب خوابیده بودن و ما هم آروم رفتیم و بعد گندش در اومد مثلا انقدر رفتم از زیاد شد این خانواده هایی <applause> که اون دوتا واگونی مثل. که وسط بودن گندش در اومد و رفتن گفتن و اون مدیر مثل دخترونه اومد یه ذره جیغ داد کرد و اینا ما رو دور هم دیگه جدا کرد ما رسیدیم کجا رسیدیم مشهد یه با تمام بدبختی که بود یه دونه هتل آپارتمان بود سه طبقه بود ای خودتون باشه که مثلا چیزم داشت گاز و اینا هم داشت برا خودش و ما رسیدیم شب بود موقعی که رسیدیم آره تاریک بود هوا نمیدونم دقیقا چه ساعتی بود ولی تاریک بود یادم زمستون هم رفته بودیم چون که قطار ما یه جا تو راه برگشت گیر کرد به خاطر برفی که اومده بود بعد وای میستادن تا این مثلا ریلا رو تمیز بکنن به ما گفتن که خب از اینجا نمیتونید خارج بشید ما اولین کاری که چی کردیم چی بود از موتور رفتیم خارج شدیم و رفتیم شروع کردیم مثلا خرید کردن انگار که مثلا میرسید سر یه میرسید شمال و برید چه میدونم خرید کالباس و مثلا نوشابه و اینا بخرید. تو ماشین جا نبوده با خودتون از تهران بیارید رفتیم خرید تخم مرغ و کره <applause> چرا حالا قضا قراره به ما بدن همه چیز رو پروفایدش نون چی؟ نون حالا نمیدم اتوالا نون هم خریدیم رفتیم یه بخالی پیدا کردیم و منم که دیگه گفتم خب من که بلدم دیگه تخمق کرده کره آب کرده و دقیقه مثل امرو تخمق زدیم توش و اینا بخون یه بوی عجیبی گرفته بود اینا آقا ها شفت اومده چی کار دارید میکنید اصلا چه خبره رفت دیگه گفتیم گشتمون شده بود دیگه نمیتونه چیزی بگه دیگه وقتی طرف گشت شده دیگه حرفی نمیتونه بزده. این من خدا رفت و شب شد و ما خوابیدیم و یکی یه ماسکی آورده بود یه ماسک ترسناکی آورده بود <تصفح> نمیدونم چرا اینا چیکار کردن برای اینکه کرم بریزن اومدن در اتاق ما آقا مثلا ساعت دو صبح بچه ما داشتن پلیستیشن آورده بودن داشتن پلیستیشن بازی میکردن و یه دم داشتن پاسور بازی میکردن و فلان و اینا من من دروا کردم من دروا کردم واقعا تمام اجدادم و جرجش دیدم یعنی اون لحظه <applause> ترسی که من بعد چیقی که زدم آقا شفته فکر کنم من خدا عقیم شد موقع ببین صدایی که پیچید توی این هتل آپارتمانه من خودم ماشد. از صدای خودم هم ترسیدم یعنی رفتم قایم شده آز. بند خدا دو صبح اومده و چی شده مثلا چی کار کرد فکر کرد یکی مثلا دیگه مرده قشنگ مطمئن بود یه فوتی اتفاق افتاد خیلی نرمال ساعت دو بیان دم خونه با ماسک نه بچه های دیگه بودن نه میگم چند هم اتفاق افتاده بود آها بله نه نه اون کلاگیس بود این ماسک ترسناک مثلا هالووین می اصلا مهم یارو خودش در بعد یه شفته دیگه اینجوری که تو رو قرآن نکنی تو رو به ولای علی تو رو خدا نکنی بذاریم بخوایم فردا میخوایم بریم زیارت خلاصه فردا شد من خاطرات هم اینطوری سر هم میگم و اینا فرداش رفتیم زیارت و بعدش ما رو کجا بردن بردن ترقبه ترقبه سه تا چیز میتونی توش بخری چاقو قرقروت زفرون همین سه تا چیز بیشتر اون چی بود گفتی هم کباب من با شاندیزش شو نه 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 از تو بازار تور قرار خرید فقط همین سایت قرار قرود چاقو یه سری چرمی هم داشتن دارده. مثلا کیش نبود نه ببین چاقو اصلا فقط چاقو چیده بودن جاهایی که ما رو بردن نمیدونم چرا یعنی ما تو هر مغازه‌ای که میرفتیم چاقوی نابی عجیبا با مثلا بیارو میرفتی تو مثلا خوشش با این چاقو از این رقص شمشیر انجام میداد لای انگشتش هم خوشش میومد دیگه یه دونه چاقو زامندار خریدیم وای وای چاقو زمندار. یه چاق آندا خریدم که تهش نه از مثلا مال آمریکا هست بالد ایگلا اون تهش اینطور دو میزدی و یا چاقوش میپید اونم فروخ یعنی اونم فروخ اصلا برای شما نه بعد دیگه برگشتیم هتل من اول راهنمایی داشتم فرود نینجا بازی میکردم سیب میداختم بالا تو هوا اینطوری میزدم خیار مینداختم میزدم و اینا در همین حین فرود نینجا بودم که آقای ها در رو کنه اول راهنمایی دیده یکی با چاقو زامندار وایسه داره خیار سلایس کنه تو هوا آقا این خیار رو از ما گرفتن و چاقو رو بس آره این چاقو رو از ما گرفتن و بردن بعد توی طول مسیر برگشتم آقای شفته خود دیگه خیلی عصبانی شده بود و اینا اومدن توی واگن ما چون ما داشتیم آهنگ میکوبیدیم دیگه داشت واقعا چیز اتفاقی واقع بعدش میفتاد آیپاد منم گرفتن از من یه ام پلیر داشتم اونم از من گرفتن آه. و اون موزام تلفنیایی هم که خیلی ضد انقلابی بودم گوش دادن همه رو چه خاطر نمیشود از چیزی دیلیت کرد دیگه ایشون هم خوب بیشتر ضد خانواده بود نه کاملا ضد انقلابی بعد <تصفح> <تصفح> <تصف یک کتاب دیگه من خریده بودم از بازار رضا از این کتابی که وا میکنی برق میگیرتت حافظ آره روش بود جلد فال حافظ فال بعد نمیدونم چی بر من چیره شد که من رفتم این کتابو دادم به آقای آشفته گفتم آقا یه تونه فال اگه میشه برا ما بگیرید اینو وا کرد و بند خدا برق گرفتش و هیچی نگفت این کتاب هم از من گرفتن ایشون بعد دیگه نزدیک های تهران بودیم این واگن یه دونه چیز داشت یه دونه دستشویی داشت برای این همه بچه سن بلوغ یه دونه دستشویی نداشت بعد اما مثلا من اومدم برم دستشویی دیدم که مثلا صف 15 نفر تو صف من تا موقع سه دفعه خودم خیس کرده بودم دو دو دور مثلا دستشویی تا موقع که نوبتم میشد یه سری قرص هم خریده بودم از بازار رضا اینا که میندازی تو درنش مثل بیدن. نه نه مثل خون میشه قرمز و اینا و من گفتم خب چه کپسول بود آره یه كابسول. سری کپسول های قرمز بود که مثلا میتونستی بندازی مثل میتونست مثلا مثل فیلم و اینا مثل پراپ فیلم بود مثلا مثل خون مثلا میتونستی استفاده کنی گفتم خب خیلی هم عالی اینو میندازم و میگم که دهنم خون اومده من باید برم دستشویی آقا من انداختم و 15 نفر زدم کنار رو سعی رفتم تو دستشویی و یکی رفت آقا شفته گفت ایمان داره دهنش خون میاد آقا این بنده خدا رو میگی اومده بود میکوبید به در ایمان چی شده کی زدتت مثلا چه اتفاق افتاد و اینا و من که اومدم بیرون گفت خیلی آنست باشون گفتم گفتم من دیدم صفتونانیه من یه نه که بتونم سرزم ببین دیگه کارد میزدی یا قایش خونش در نمیاد سالی که از دارم این که این بود... همه سیخ تو همه جای آقای افته کرده این آخر صادق شده عصبی شده اون بند, بند خدا که سن... اصلا خب دلهوره گرفته بود دیگه. یک یکی دانش آموزه داره دهنش خون میاد خیلی زایه است موقعی که رسیدیم تهران اولیا و میوادن بچه ها رو تحویل میگرفتن خدای من اونجا بودن از قبلش اومده بودن اینا هی آقا شفته پدر من توی اونجا یه ره داره بچه ها رو همه رو چیز کردن و گفتن شما تشریف بیارید به توی آفیس گفت بیا دفتر من رفتیم دفتر من دیدم که اینا رو منظم چاون کتاب قرص اینا رو کنار هم چیده رو میز و گفتن که تشریف نشستیم و گفتش که من دیگه پسر شما رو هیچ جا ایشون دماری از روزگار ما در آورد این سفر <applause> بعد این زود مسئله میشه که از ما اصلا نتونستیم بریم زیارت از دست ایمان ببین شرمنده با, با شرمند ای این چرا این اینا اصلا بماند که پدر من خیلی با من عجیبا. یک نواخت و مداوم صحبت کردن رسیدیم خونه ما... خیلی صحبت های... تو ماشینم خیلی راید بعدی بود نه 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 اصلا اون مهم نیست سکوت. خونه خیلی محکم با ما صحبت شد و اینکه آره خاطرات آقای آشفته ما بود که حالا میگم الان پیدا کردم این آقای آشفته رو و میدونم که خوبن و سر حالن و قبرا خیلی خوشحال شدم ما شرمنده و اون خاطرات برای من زنده شد و خیلی عجیب بود که چند نفر بودید اون مشکلی که رفتید مثلا فکر دو سه تا کلاس آورده بودن سی نفر بودی آره بابا 60 70 نفر 60 نفر تو یه دونه این همه بعد ببین این آقای آشوبی <applause> تمام کارهای مدرسه رو این می‌کرد آره خدا همه کارو در این حد که یه سالی من نرفتم اردو این آشفته همیشه میورد اردو چون فقط اون میتونست کنترل کنه بله عکس میخوام نشون بدم اون روزشو چیز کردم مدرسه ما رو تعطیل کردن چون کسی نمیتونست مدیریت کنه مدرسه رو آره آره دقیقا میشه که رو... ایمان داره آقای آشفتر نه امیر امیر بابا که کرده رو نگاه کن خیافه معلومه امیر بابا که الان مدرس توی آلمان مدرس میکنه چی؟ نمیدونم اه... ام... گفته ولی الان از خاطر زمان آلمان آلمانی آره خلاصه این خاطر یکی از خاطرات سفرهای ما بود و آقای آشفته و این حالا واقعا این وجود آقای آشفته یه نوستالژی خیلی عجیب توی زندگی منه این خیلی نقش پررنگی داشت هم توی کارو میگه توی مثلا تمام کارهای انضباطی آقای آشفته نقش پررنگ داشت هر موقع که ران مدرسه اون ران میکنه. آره مثلا با تمام اولیا هر کسی که صحبت میکرد اکثرا فقط با آقای آشفته صحبت میکردن و این بند خودم آدم واقعا خوبی بود یعنی مم. الان که دارم برمیگردم نگاه میکنم مثلا برعکس اون خدا میامرز و مدیری که اون مدرسه داشت آقای آشفته بسیار آدم مثلا منطقی و میفهمید که این موجودی که داره باید صحبت میکنه بچه خرو خرا نمیفهمه اینو, اینو بهش آگاه بود و این خودش خیلی خیلی کمک میکرد برای اینکه ماهات دست از با خطا نکنیم شما چی؟ شما نوستالژی چیزی دارید که مثلا جدیدن شاید بهش فکر کرده باشید حالا نیاز نداره خاطره باشه میتونه یه شعی باشه میتونه یه بو باشه آهنگ باشه اه چیزی هست که هر موقع مثلا براتون پخش میشه یادی؟ یه یادی. تیکه میگم حالا چون تو شروع کرد خاطر مدرسه گفتن من خیلی دوره مدرسه آرومی آن ایونت فول خ خیلی آرومی نبودم ولی فرضا تا جایی که میشد آبروی منو از کار عجیب غریب کرد یه خاطر نیمکتا رو بگو بگو یه <تصفح> روز ما تو پا آخرای پاییز <تصفح> الان شده آوری. چی الان برعکس شده تو آوری فرض رو یه روز ما آخر پاییز بود سرد بود اینا دیگه صفوف و اینطوری مثلا هر کلاس یه صفی داشت دونه دونه میرفتن و اینا میرفتن سر کلاس بعد صبح م... کلاس ما رو نگه داشتن فرزاد هم نگه داشتن ما دو لول مثلا من سوم راه نهایی بودم فرزاد اول راه نهایی بود گفتن این کلاس بمونه همینطور که چی شده چه اتفاق افتاده بعد فرزادم نگار داشته بودن از کلاس اول <applause> بعد سرد بود همه قور می‌زدن آقا بریم چی شده گفتن صبر کنید هی hey, صبر کنید بعد صبر کنید صبر کنید اومدن گفتن که دیروز عصر بعد از اینکه مدرسه تموم شده یه اتفاق افتاده تو کلاس شما ما میخوایم بدونیم که کی کی این کارو کرده از قبل خودشون همه میدونستن ولی میخواستن این شور رو اجرا کنن که <applause> یه شخصی اومده همه ی نیمکت ها رو زیرا رو کرده تو دیوار پرد کرده سکار عجیب محتابی شکسته شده و ما نمیدونیم کی این کار کرده خودتون با خودتون حرف بزنید هر کی این کار کرده رو بیارید به ما تحویل بدید من که ایمیدیت من که همون لحظه شروع کردم به اینکه آشا فقط من که نمیدونستم من کاری نبودم بعدم گفتم خاک تو سر کی کرده کی بوده و بریم سر درس و فلان و اینا گذشت 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 هی بچا با هم حرف می‌زدن خب واقعا هیچ کی نکرده بود از ما و فرزاد اونجا بود هی hey باستان من میشه که چرا فرزاد اونجاست من الان یه چیز کوچیک اضافه کنم چند روز قبلش مبصر انتخاب کرده بودم منم مبصر شده بودم با اینکه اول راهنمایی بودم منم مبصر کردم تو انتظامات رفته بودم و م... کارت داشتم دیگه مثلا مبسه کارتش. در اصلی مثلا من یکی از افراد کارت اینا دا. کارت انتظامات حالا اه... اینا ادامه بده تو داشتی؟ کارت فکر فکرم دوستان داشتی دوستان داشتی دو رو قبلش دو رو قبلش بکنم آره. شهرها رو میکردن مبسه دیگه م... شهرها رو حرفشون میرفت من یادم اول راهنمایی کم میشد که مبسه شد بشی به خصوص مبسه کل مدرسه و من شده بودم به خاطر کانکشن تهش معلوم شد که یکی آخر زنگ دیده که فرزاد اومده تو کلاس ما و شروع کرده به وندلایز کردن <تصفح> <تصفح> نیم ببین ما رفتیم کلاس رو دیدیم فر صبح انگاری که مثلا آپاچی حمله کرده بود نیم کتا رو هوایی نیم کت به پر پرده کرده بود محتابی ها شکسته بود در دن تو رفته بود جن رفته توی پاچه چی شده و اونجا من با فرضا قهر کردم سالید یک ماه با شرف نمی زدم چون آبرو منو برده بود و بحثا محلم ها با خانه و درف زدن خانم شریف اون پسرتون اینقدر فلو ایشون چه اتفاق افتاده کجای کار شده و این سر شکستگی تا خداشو من رفتم رفتم از اون مدرسه یعنی فارغ التحصیل شدم ولی خودش موند و با اون خب <applause> چی نه بعد اون بعد اون صبح که همه رو نیگر داشته بودن اونا بعد یه جوری شد که دیگه اونا رو فرستادن که راست من و فرهاد رو صدا زدن توی چیز تو دفتر که یاد یاده بشه آقای فرزادی آره اینطوری کرد که به من من کارت زده بودم اینجا مبصر فلان و اینو در بیار رو بندو سطل رو با جرم گفت بنداز تو ساعت من, اونجا فهمیدم که دیگه مثلا یه تمومه و یک منو لو داده و اصلا هم نفهمیدم الان مهم نیست چرا این کار نمیدونم چرا این کاری کردم فکر میکنم ذوق این بوده که منو مبسای کرده بودن فکر <تصفيق> <تصفيق> مثلا اینطوری قللو رفته بودم تو کلاس سال سه <applause> چرا کلاس فرهادینا مثلا نمیدونم بعد یه دوستاش هم واقعا یادت نیست به خدا یادم نیست بعد اول راه که... آدم یادش میمونه قاعدتا آره ولی بعد مثلا یه با با دوستا فرهادم اونجا بود همون بود که لو داده بود بعد رد من فیض که این رفیق فرهاد و بعد این کار رو کردم جلوش هست و خب این کار نمی کردم که آره واقعا <تصفح> وقعا دیگه و شد آره دیگه خیلی ما دیگه نبودیم دیگه از همون گرفتن این آبروزی بدی بود دیگه ولی بل... من تو مدرسه خیلی حالا این با... نوستالژی فکر نکنم نه نوستالژی نبود من, این خواستم این بزنم. بزنم. من خواستم اینو یه جا پابلیک گفته باشم که بدونن داستان چی بوده نوستالژی الان اتفاقی که واسه من میفته تو این فصل مثلا هم که این فصل خیلی دوست دارم اینه که ما اول که اومدیم کانادا خب مثل همه روزای سختی رو گذروندیم و اینا تو زمستونم بود برف زیاد بود حالا ایمانم از دیدگاه خودش از اون برف کمابش گفتی بعد دیگه نزدیکای بهار یعنی بهار که شد و وارد بهار شدیم به نزدیک تابسون یه کم شروع کردیم به جا افتادن و یه کم زندگی داشت مثلا روی خود خوش خودش و مهاجرت مثلا نشون میداد یکم کم میگم یکم بعد آهنگ پرواز رو داده بود دوباره پرواز نمی... نمیدونم اسمش همین پرواز بود یا نه 2010 فکر کنم داده 2009 اینا بود بعد این آهنگ خیلی واسه من جالب بود برای میگفت میخوام برگردم خونه راجع به تهران رفتن سفر به تهرانش و اینا میگفت اون بویی که تو هوا میمد اون حس و حالی که بود اون مثلا شور هیایی که من مثلا یه پسر دوم سوم دبیرستان داشتم خیلی جالب بود و هر سال وقتی که اینها با هوا میشه این حس آهنگه آه میاد می هم آهنگ آه میذارم هم اون تو گفتی که مثلا یاد خوبی یا میفتیم من یاد اون انرژی میفتم یاد اون اونی که مثلا من چقدر دلم میخواست مثلا اتفاقای خوب واسه خودم رقم بزنم چقدر مثلا شروع هیاهو داشتم چقدر پر انرژی بودم و اینا حتی اگه که مثلا اون واقعیت،, واقعیت،, نداشته باشه تو زندگی روز من، مثلا زندگی که دارم میکنم ولی یهو ناخداگاه اون زربان قلبم میره بالا خیلی حال میده من یه چیزی بگم بعدا از تو میپرسم اگه شد من این هوا که میشه یاد شیراز میفتم شما همیشه ایدار و شیراز بودین و اصلا حال و هوای خارج از شیراز رو فقط یه دونه آبادان داشتیم دیگه که خاطرش رو گفتم براتون یعنی همیشه شیراز بود به از اون یه بار خواست که آبادان بود آباد هم بود و خیلی هم آباد بود آبادان اگه نمیدونید برید کلیپش رو ببینید آره و همیشه مثلا این بود که ما میرفتیم شیراز خب بعد مثلا نوهی که از تهران بعد یه سال اومده بود خب تحویل همون میگرفتن و دوردونو. نسبت به بقیه نوه هایی که همیشه میدیدن خب ما رو بیشتر یه جورایی تحویل میگرفتن دیگه بعد ما حرفمون برو بود دیگه مثلا چه میدونم قضا چی میخوای ارجی می ما مثلا آره مثلا کجا میخوای بری ما میخواد بره مثلا ایمان شب هم ایدی هم ایدی مثلا مانیتوری هم ایدی نقدیشو میگرفت هم مثلا اگر چیزی بیرون میخواست مثلا میدید براش در فلان اینا. و همیشه این خاطره خیلی خوبی بود من تو توییتر امروز نوشتم که واقعا دلم بهار مثلا عید شیراز میخواد اون خیلی دوران خوبی بود هر موقع این حال و هوا میشه واقعا دلم برای مثلا اون روزای شیراز سعی میشه با اینکه مثلا شلوغ میشد مثلا من شیراز تابستونم رفته بودم که خلوت تر بود مثلا خبری نبود عید شیراز و خیلی شلوغ همه, شلوقه. می میومدن مثلا خیلی مسافر بود و خیلی جاهایی که میخواستی بری بعد تو صف وای میسادی و اینا ولی همیشه یه حالت خیلی باحالی بود یعنی چه میدونم کاری نداشتی بکنی همه بهت احترام میذاشتن من اون موقع جایی بود که میتونستم به صورت آزادانه میکرو بازی کنم موقعی آه. که میرفتیم شیراز به قادری که پیک ها رو مثلا انجام داده انجام. بودیم کاری نداشتیم یا با هم میرفتم مثلا آتیش میسوزوندم خونه رو با آتیش میکشیدم که خب چندین بار تقریبا اتفاق افتاد استخر مردم رو رنگ میکردم یا اینکه من میشستم میکرو بازی میکردم میگفتم بشین همینجا تو این اتاق بشین میکرو تو بازی کن کسی هم با تو کاری نداره اصلا میگم همیشه فراغ باله آره، میشه آره آره کاری کاری با من نداشتن تو چی تو نوستالژی داری نداری نستالجی نوستالژی میخوام بگم برنامه 90 <تص> اینو ما دبیرستان فاز عجیب فوتبالی بودیم وحشتناک یعنی تمام دیالوگ روز ما بازی استقلال پرسپولیس رال بارسا بود بعد دیگه همدیگه رو تخریب و اینا میکردیم اون موقع هم ما دوم دبیرستان که بودیم پرسپولیس قطبی قهرمان شد از اونجا به بعد دیگه همه چی دست استقلال قلعه‌نویی و اینا بود پرسپولیس خوب نبود بعد ولی برنامه 90 دوشنبه های یادتون باشه شروع شد ساعت مثلا 10 ده, ده, و نیم بعض وقت تا دو نیم بعضی وقتا سه صبح بعد ما هم مثلا 6 و نیم باید بیدار می شدیم تا آخر که میدیدیم یعنی که فردا چهارشنبه صبح بچا چشا داغون چشا خیلی خسته بود ولی میشستیم اونو میدیدیم فرداش میمدیم تحلیل میکردیم خیلی هم حال میداد همیشه هم, هم موقع میگفتم واقعا تنها شاید برنامه کارشناسی صدا و سیمای ایران بود که واقعا با کیفیت اجراش. آره یعنی جانبداری نمیکرد خیلی حرفه‌ای یعنی انجام با اینکه آقای پرسپولیسی بودم. بودن آره قدیم بوده ولی واقعا خوب داشت. این اینو فکر کنم خیلی نوستالژی داشتن ولی گرفتن اشی که از ما مثلا اومده بودی کانادا یا مثلا هنوزم نگاه می‌کردی دیگه چون من اومدم کانادا خب تایممون که نمیخورد ولی تیکاشو همیشه نگاه من همیشه 90 درجه و یعنی دیگه یه چیز 90 در 90 بود چی بود اونشو نگاه که خیلی باحال بود یا مثلا تحلیل بازی پرسپولیس و اینا رو حتما میدم ولی اون دوره دبیرستان ما کامل به فوتبال و این داستان استادیومایی که میرفت مدرسه رو میپیچونیم مثلا من که نمیپیچونم بقیه میپیچونم اون موقعی که تعطیل میشه مثلا بازی آسیایی و ما میرفتیم شعارهایی که میدادن اینا خیلی حال میداد من مثلا الان بهش فکر میکنی مثلا دل تایم میشه با, با دوستاتون هم مثلا صحبت میکنی استودیومن. تمیشه هنوز ما مثلا ایک رو فوتبالی رو داریم خیلی راجع فوتبال حرف میزنیم مرتب میرفتیم مرتب یه بازی بود چندین سال پرسپولیس آسیا نبود بعد سال اولی که رفت دوباره ما قشنگ بازی بازی آسیا یادم می رفتیم نگاه می کردیم خیلی هم حال میداد کلی دایره لغاتمون اضافه شده بود و اصلا به نظر استادیوم جزء با کیفیت ترین تفریحاتی که شما میتونید انجام بدید اگه پسرید توی اکباتان خب شما تو محوطات اینا فوتبال بازی میکردین دیگه بعد تابستون ها کجا آب میخوردین شیلنگ شیلنگ یا پارکینگ این... فواره هایی که از زمین اومده بود بیرون آخه شما رو طول روز آخه روشن نمی‌کنن فوارا رو شب روشن می‌کردن ما رو همیشه طول روز روشن طول روز نه نه درش رو درش رو چیز میکردن میبستن یعنی می, می, می یه ذره آب می‌دادن سر ظهر تو بلوک یک اینطوری بود همیشه همینطوری و ما هم داشتیم فوتبال بازی می‌کردیم و با اینا رو می درش رو می‌بستن بعد ما که قتش هم می‌شد خب درش رو وا کرد دیگه آب فوارا می‌زد دیگه میمون دیگه چون یه فشاری پشتش بود و اینا بعضی موقع ها این آب نمی زد. بابا <applause> شما اینو انقدر میکشی میک. <applause> از رو زمین ها از خود فرمان رو تولنبه استفاده میکنید واقعا؟ زن... نه میگرد از دهنه به آنه تولنبه آها خلاصه ما چیز باید. ما یکی از خاطرات, باید. ما باید. ما خاطرات نه نه خاطرات یعنی چی یعنی میخوابید رو زمین رو نه نه این مثلا یه انقدری از زمین و بیرون دیگه میشه هیچ زدن که آبا از بتونی یه جوره آب بنوشی یا مثلا شما توی بلوکتون چیز داشتیم درخت توت شا توت ازش بالا برید یه منطقه بود نه خب بعضی اون بولوک ها نشت مثلا ما هم سفید داشت هم توت قرمز داشت ما دوتا شو داشتیم آره نه بود مثلا یکی از خاطرات مثلا تابستون ما این بود که فقط درخت بالا بالای درخت توت بودیم آره اونم آره هیچ کاریش نمیشه که نوستالژی مثلا این ترم آخر خوردادم بود که کولر آبیا شروع میکنه شد کار کردن این بوه میمد میرفتی امتحان میدادی اتفاقا توی یه چیزم جوابم گفته بودن بوی کولر آبی من خیلی دوست داشتم بعد بعد که امتحا رو میدادی برمیگشتی یه یعنی یه سه بچه که دیوانه بودم با مثلا سوالا رو با هم چک میکردن جواب چی <تصفح> ما میرفتیم زیر این درخت توتا این دستا پیرنا لباس همه قرمز اش خیلی خیلی ولی ما بازم میخوردیم و خیلی حال میداد ولی نوستالژی توپ دولایه آره برد میبورد. بودی دولایه کنی مم. ببین یعنی من توی بولیکمون هر موقع توپ میاردن ایمان دولایه کنه بعد, بعد... تو بعد... با کلید پاره میکردیم ما آره. یعنی توی نبود آره. که مثلا امکانات داشتیم این برشان داشت دایره میزدی که سیما بیشتر ادامه بعد درزش هم و بعض وقتا آب میکردیم لای دوبومیه رو اون دیگه خیلی حرف آره. نه نه ما چیزی ما دیگه به اون چاک میزدیم اون آره نه یه خوب بلد بوده نیاز هم بود یادتونه توپو که سوراخ می‌کرد یه بوی میزد بله بوی پلاستی فسی درجه ده دل... من یه چیزی که <متصالح> <س> نوستالژی میشه برام قبلنا سرطان خالص یه بستنی قیفی می‌خوردیم توی باکس میومد یعنی وقتی میگرفتی فکر کنم 6 تا حد یه تعدادی بود اون که تاش آدامس نه. نه خیلی, خیلی ساده, ساده بسنی وانیلی و اصلا یه, و اصلا یه مزه ای که این وانیل اون داشت من چند سال پیش یکی ایران فکر میکنم از یه جا تونست بگیره و آه. اون مزه وقتی خوردم اون مزه دقیقا همون مزه قدیم بود و خیلی خوب بود مثل شما شونه تو ها بود, بود. بعد درش بسته و یه دیگه هم هست که پشت وانت ما جمعه ها که باغ میرفتیم یکی از اموهای مامانم وانت داشتم و می شستیم پشت وانت اصلا تا از باغ تا اسفان پشت وانت می خیلی حالا من بودن بابانم یه دایی دارن که ایشون یه موتور داشتن تو چیز تو شیراز خب من از بچگی مثلا از موتور اینا خوشم میومد دوست داشتم من اینقدر دیگه گیر داده بودم این بند خدا یه روز میخواست بره مثلا یه سری کار داشته و اینا گفتش که خب بیا بریم با من من بچه مثلا فکر کن اول راهنمایی یا شایدم یا یعنی مثلا جسه ای نداشتم پام به زمین اینا نمیرسید من باور کن دو ساعت رو موتور بدون که تو هیچ روی باکه نشسته بودم رو <applause> باک ببین رو باک و بعد ترسیده بودم. چون دیگه رفته بودیم افتادیم تو اتوبان و اینا من الان با موتور خودم با کلا کاسکت و تمام تجهیزات ایمنی میرم یه لرزه ای تو بدنم هست را پس اونجا و پیش نشت که دیگه اصلا پشمام ریخته بود یعنی ولی اصلا بعضی موقع که مثلا پشت موتور میشینم میگم که نگاه کن اون موقع من میترسیدم هنوزم الان که مثلا آدم میره تو اتوبان مثلا نگاه میکنه با چه سرعتی داره میره اینا هنوز اون ترسه بهش شیره میشه چیل. دیگه چی چیز دیگه ای داری شما این خاطرات مشهد رو گفتیم یادم ما دبیرستان یه لول دیگه ای زدیم اون موقع تو دبیرستان حالا الان که خیلی شرایط عوض شده ولی اون موقع خیلی نبودن کسایی که دوست دختر داشتن اینا مثلا تو دبیرستان ما تا دیر وقت میموندی اصلا فرصتش نبود و اینا بعد خیلی لاکچری حساب میشد بچه‌ای که زید ها. بعد یه سلام خیلی دنبال این قضیه بودن بعد یه سری از دوستای ما دو نفر رو شناسایی کردن که خیلی دنبال این قضیه بودن خیلی هم آدمای محبوبی نبودن حالا تو ستینگ بودن. بعد یه برنامه چیدن که ما که میریم مشهد دو تا خط ایرانسل خریداری شد با دو تا گوشی اضافه ما آوردیم یه جوری به اینا چیز کردیم که اینا دارن با مثلا دو تا دختر صحبت میکنن دو تا فرید موازی جدا داشت رام میشد گوشی ها دست هر کدوم از ماها بود شما با دختر صحبت میکردیم ما مثلا جای دختر گوشی ها دست ما بود شما زیده بودی آره ما داشتیم با اون آدمی که مثلا روبرومون نشسته بود داشتیم با هم تکس بازی ها اینا میکردیم خیلی طولانی مدت این قضیه را شد بعد بچه ها هم هماهنگ کرده بودن که اینا مثلا اگه شک کنن و اینا یه داستان دیگه هم داشت که چجوری مثلا اینا با این دختر آشنا شدن این خیلی ستینگ طبیعی بود با هماهنگم هم کرده بودیم با چند تا دختر اینا زنگ میزدن با اونا هم صحبت میکردم مثلا طرف به خونش زنگ میزد زنگ رو با اون دختری که اونور بود صحبت میکرد بقیه تکس اینا رو ما داشتیم با شماره دیگه آره آه. بعد این بولینگ خیلی. دیگه این بولی کردنه نه از <تصفح> <تصفح> این اینو مثلا چند روز ما این رانگ یادم مثلا داشتن میبردن همون حرم و این داستان ها پسر جلوی ما میرفت ما پشتش داشتیم جوابشو میدادیم بعضش می میپرسیم الان کجایی قدت چقدر هیکل چجوریه واسه چه جوابی میده بعد که آخرش بهشون گفتیم من به جفتشون گفتم که تو روی ماها به عنوان دوست نباید حساب کنی آه. من اگه جای شما بودم اصلا روی این آدم حساب نمیکردم چون دوست با آدم این خیلی بده خیلی. ولی خب من که میگم خیلی بده خودم صد درابر اینا رو انجام دادم و اصلا یکی از اپیزودهایی که میخوام برم در مورد بولی کردنه اه... که چقدر اتفاق میفته در روش های مختلف ولی خب جالب چی داری برامون آه یه چیزی یادم رفت اینا نوستالژی فلوراید رو دارید داشتید شما یا نه آخ 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 وای آه... آه دبیرستان نه دبیرستان 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 کسافتی انداختون به جون ما یه دوره‌ای هم دبیرستان سر میشد دهنم یادت دبیرستان ما هم چیز معلم شه میگفتن تو کلاس توی پنجره گذاشته پشت پنجره آره خانم معلم فقط باشه آره آره, آره، آره، یخ میریختی تو دهنه تا بری برسی پایین دم آبخوری باید اینو غیر آخر من نه واقعا علمی بود قضیه یا سوده بوده با اون ترکیب ببین اون چیزی که میمون پشت پنجره آفتاب بهش میخواد صد در صد اکسپایر باد میکرد از یه جایی به بله. بوی میداد و همه کی شروع میکنند توف کردن اصلا این نوساجی نیست این دیگه این تراماه یه سری شیر هم میدادن این دختره اصلش پیدا شده آره حالا تو جالبایی که داشتم دنبالش میگشتم کارون استاد میم این جمعه یه میم معروفی هست به نام دیزاستر گرل و اینطوریه که یه خونه یه که داره آتیش نشانه دارن خاموشش میکنن آتیش گرفته یا آتیش از امن آتیش زدن و پدر این دختر بچه هم چهار سالش بوده وقتی که این عکس رو گرفتن برگشته یه نگاه شیطانی کرده به دوربین باباش که انگار مثلا من آتیش زدم خیلی میمه همه جا هست و هنوزم هست بعد بابایه چه اصلاهی داشته باید رکس گرفته گرفت نه همه هم جا نوشته که اماتور بود اماتور اماتور, آماتور آره خونه خودشون, خودشون بوده یا نه نه مثلا تو محل آم. فکر می‌کنم یه،, یه مثلا مریضی هست میافته به <laughs> آقا در هر حال این بزرگ شده الان بزرگ شده و اینا حالا اتفاقی که افتاده این قضیه NFT ای هست که ده ده. از سیستم بلاک چین استفاده ده ده. میکنه که مثلا آرت دیجیتال رو به اسم خودت ثبت کنی آه. مثل اینکه الان شده. دارن میمارم NFT در واقع بایستش میگیرن و به ثبت خودشون رسن 180 اتر فروش انفتی. 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 همان دی داشتم میشه حالا اتفاقی که افتاده یه شع... این خانواده اومدن این میمو در واقع 44000 تو بله اتریوم 445 کوین که یه دور و اینا این عکسشون الان عکس اه... دختره آره بزرگ شده اینم پدرشون انگار خیلی سنش زیاد شدن یه بعد از اون عکس 100 درصد اعتیاد میگیره دیگه اون فیم اینجوری میکنه زوم میکنه 100 درصد یکم زوم میکنه خب الان چقدر 495 هزار تقریبا آره 500 هزار دلار این آرتو فروخته و 10 درصد فروش کلا در آینده هم بهش میرسه یعنی می ما دیگه نمیتونیم استفاده کنیم نه حالا جالب بود من این وبسایتی که تو نیویورک تایمز چیز شد زده که کی خریده کلیک کردم رو این شخصی که خریده ایرانی ایرانیه, 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 ایرانیه طرف آره تریف میوزیک ایرانی بعد وقتی که میری میبینی این آرت که ایشون خریده مثلا و الان داره توی اینونتوریش و این پایینم میزنه که چقدر برای هر کدوم داده مثلا برای این یک و نیم ایتریوم. بعد این دیزاستر توی این لیست هست اون ای... چیز مال خود مال هیچکس هم 400 هزار دلار فروش فکر کنم ده. اینم همین خرید آلبومه... آلبوم کاور آلبوم جنگل آسفالت اینا میبینی که این آرتو و این آقای فرزین مال پیش رو هم خرید فکر کنم اینم بود که اولین اولین توییت توییتر هم ایشون فکر کنم خریده <laughs> شاید آدم جالبی شیخ خطفل پارت های جالبی هم خریده این میشن... آه... چیزی آه... آره رفیقی ولی کلا داشتم فکر می‌کردم که مثلا کی فکرشو می‌کرد میم بس... از میم یهو یکی بود لعنتی آره واسه دیپ بلو 140 تا اتر داده من نمی‌فهم این جا... چی میشه من ان اف واقعا زیاد نمیشناسم خیلی دوست میکی یکی برام توضیح بده که چی میشه الان مثلا اینا رو خرید چه اتفاقی میفته مرگ و سهر. دیگه اینو تو به ساعتی دیجیتال تا آخر عمر داری هر کسی ج. هر کسی هم از این استفاده کنه اینو لابد میره کوپیرایت داره دیگه نان فانجبل توکن که. غیر قابل لمس و این چیز نیست خیلی جالب شمارش. بود از این تنجبل یعنی چی مثلا لغتش غیر قابل شمارش فکر کنم فانجبل میشه فانزبل فانزبل خب یه خبر دیگه هم این هفته اومد در مورد یه شهر بازی توی انگلیس که رولر کوسترش اون بالا گیر میکنه چرخ و فلک چرخ و فلک بهش میگفتین نه چیز ترن و اینا ترن هوایی آره ترن هواییش و مردم مجبور میشن که از بروشون رو بفرستن که بیاد نرو از دیویست فیت چرا میشه مثلا 5 و 60 نه؟ 60 آره. شسته اینا مجبور میشم بیان من یه سری ویدیو میدیدم از این دراپلی ای که باید بیان پایین حالا این فوش. تبلیغ داره برشون این من تا حالا تو عمرم سوار رو رکورستر نشدم نیمشه. و میبینید که این پله ها رو دارن اینو دارن قائمه به زمین میرن پایین آره ایزی تو این مایات بعد جالبیش اینجاست تو خبرم گفت انقدر این پله مثلا خب بلنده دیگه یه سری ها بلیت میفروشن که افراد بیان این پله رو برن بالا بله و مثلا ویو رو ببینن و از اون هیجانش چیز کنن وقت سکیوریتی چی بوده اینو اینو داشتن خب تو یه پاد به پاد بگیره کپشی پایین چی کام یکی از چیزایی که صد درصد میگفتن اینه که فیلم نگیرید موقعی که دارید پایین لطفاً حواستون نیست به آره بله قلبم این... گرفت تو... آ... تو از ارتفاع با بارت... آره، آره، تو چی کار تو شیخان... هم با ارتفاع مشکل داری یا نه زیاد مم. نه اوکی. تو اصلا این ارتفاع برات یاده الان پایین نگاه می‌کنی از زیاد نه اینکه مطمئنم هیچ جوره نمیفتم نه ولی میرم در بالکن خودمون دستم میگیرم به این اونور پایین نگاه می‌کنم خیلی میترسم یه دونه خیل. بانجی جامپینگ با هم میریم اخبار منو بردید تا دم اونجا پولش حساب کنی ولی یه خبر دیگه هم خوندم این هفته این آقای ایرانی که مهمونی گرفتن چند هفته پیش در ونکوور و هفته داشتاد نفر مهمون داشتن که ما رو دعوت نکرده بودن و ما هم چون در موردش صحبت کرده بودیم دادگاه قاضی یه حرفی زده بود که گفته حرکتی که تو کردی مثل اینه که مثل اون افرادیه که میان مواد مخدر فنتنال میفروشند یه ماده مخدری که میکشه اگه مصرف کنی. مصرف کنی. و اگه یکی از این مهمون تو کرونا بگیرن و اتفاق براشون بیفته به صورت حالا قتل عمد محسوب میشه و اینا نشون میده که چقدر این داستان ایشون خیلی خبرساز شد تو این چند ماه و ولکنم نبود یعنی پلیس که اومد ریخ تو خونش از پلیس رفت شکایت کرد که چه ریختین تو خونه من شیشه مشروبا رو بردین پولا رو کشا رو گرفتین اه... هم برده بودن آره کش هم برده چرا کش بوده بیا 11000 دلار دفعه اول ازش گرفته بودن از... کش چرا پول برده بودن خب کشی بوده که اونجا داشته آخه سرویس میداده و پول از مردم میگرفته باتل آه... سرویس آه... و دیگه آه... 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 اینا داشتن آره آره و اصلا این اومده بود شکایت کرده بود که چرا اومدین آپریشن من به هم زدید از حان شرکت کنندار رو مجبش کردید و اینا خیلی خیلی چیزه از حان شرکت کنندگان سمجو پیگیر بله این بود خیلی هم عالی مرسی که تا اینجا اپیزود با ما بودید ما توی تمام فضای مجازی اسم ما پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با مرتبط مستقیم ما مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما پادکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ